بیام اینجا فقط میخوایم یه سوپر گلوبالی به نام دیگه ما وارد سوپر گلوبال ها شدیم بیس پی اچ پی ما اگه بخوایم پی اچ پی رو الان معرفی بکنم اوکی. من پروسیجورالش رو اومدم بررسی کردم مواردی که باید بررسی میکردم و بحث پروسیجورالش و بحث فانکشن ها رو اومدیم بررسی کردیم کلی کد زدیم میخوایم بریم وارد مرحله بعدی به نام در واقع سوپر گلوبال ها بشیم سوپر گلوبال ها کیان یکیش گته یکیش پوسته یکیش فایلزه یکیش سیشنه یکیش کوکیه یکیش سروره دیگه چیه بچه سوپر گلوبال اصلا کلن سوپر گلوبال ها یعنی چی؟ یعنی که شما تو تک تک صفحاتتون به اینا دست رسیده سوپر گلوبال ها یعنی گلوبال نیست سوپر گلوبال یعنی شما تو تک تک صفحاتتون میتونید از اینا استفاده بکنید و سرولتس برای جاوایی که نه ربزه این سروره اون سرولته خب میتونید به صورت گلوبال در واقع تو هر جایی که دلت خواست صدا بزنیم ازش استفاده کنیم یکی از سوپر گلوبال هایی که داریم گته چجوریه میام میگم ای پس با صفحه ای دارید به نام product.php و میام اینجا حالا به فعلم این شکل باشه میام میگم آقا برو product.php حتما هم این دات اسلش رو بزن شما میتونید مثلا بگید آقا کلیک می خب یا اینجا F5 میزنی خب من میخوام روی این URL پارامتر بفرستم چجوری میشه پارامتر فرستاد علامت سوال یه کلید مثلا کلید مساوی با آیدی خب حالا نگاه کن روش که وای میستم این پایین رو نگاه کن یه F5 که میزنم میگه پارامتر به نام آیدی داره نگاه کن آیدی اومد اینجا خب وریو شنده سر من میتونم تو این صفحه که هستم میام اینجا متقاعد درست بکنم به نام آیدی از سوپر گلوبال سوپر گلوبال ها با دالر شروع میشن دالر آندرلاین گت استفاده کنم میگه آرای اسوشیتیو و آرای اسوشیتیو یعنی چی یعنی کلید بهش بدی بهت وریو برمیگردونه خب ایشون از نوع اریه کلیدش اینجا چی کلیدش چیه آی دی میدم اینجا آی دی رو حالا میام اینجا وریو و چیکار میکنم اکو میکنم آی دی رو میام اینجا F5 میذارم صد حالا فهمیدید میرید توی یه دونه وبسایت روی پست میزنید دفعه نوشته آیدی 101 پست 101 سایت وردپرسی خیلی زیاده لعنت الله علیها ما چیکار میکنیم ما سئو میزنیم ما سئو کاری کار میکنیم سئو یو آر ال فرندلی یا فرندلی میایم در واقع سئو سایتمون رو میبریم بالا حالا دلیل نمیشه اینا برداشت و شوخی میکنم آقا اوشون هم وردپرسی ببخشید من با اوشون بود شاگردم هستم اوشون اوشون هست آره اصلا شما به دلت خودتون شوخی میکنم وردپرس هم خیلی هم خوبه آقا اصلا شما میتونید میگم تا آخر این دوره خوب یاد بگیرید داستان رو برید براش قالب بنویسی قالب بفروشون بده مگه پول قالبش رو میفروشی میری براش کلی هم در واقع چی میگم برات سوده کلا من چیز ندارم چی میگم تعصب من دارم داشتیم عوض شد آره ولش کن سلامات بفرست بیایم اینجا حالا من میتونم بیایم اینجا چکار کنم بیایم و مثلا بیایم تو این قسمت بگیم H1 شما بیا و PHP رو اکو کن مقدار چی رو آیدی رو حالا بیایم اینجا میزنم و بینستون برمیگردم آقا من میتونم بجای یه پارامتر 100 تا پارامتر بفرستم اصلا مشکل نداره با چی امپرساین امپرساین مثلا ایمیج میام اینجا برمیگردم میگم مثلا ایمیجز مثلا
first.jpg الکی ها، حالا فرستادم مثلا F5، میام اینجا ببین ایمیج هم هست، اسپیس ها در درون یو آر ال با درصد 20 از هم در واقع نمایش داده میشن، یعنی اسپیس هستش این هم اینجا ببینید با چیه جدا میشه؟ درصد 20. میام اینجا برمیگردم میگم خب آقا من دارر آندرلاین گت ایمیج هم دارم و میام اینجا میتونم ایمیج رو هم چاپ بکنم به همین شکل. سوال سوپر داشتیم. آره نمایش میدم نمایش اوکی. سوال در مورد این قسمت، این قسمت سوپر گلوبال گت، سوپر گلوبال گت، حالا باز جلسه بعد باز بیشتر در مورد صحبت می‌کنیم. سوپر گلوبال های به نام گلوبال وریبل، اینها مواردی هستند که از نوع آرایه‌ای و آرایه اسوسییتیوی هستند. یعنی چی؟ یعنی من کلید به اینا میدم، بر اساس کلیدی که اینجا هست بهم ولیو برمیگردونه. گت فوق العاده پرکاربرد، خصوصا تو سرچ ها، من سرچ که میکنم بالا در واقع کوئری میره. اصلا نمونه بارزش گوگل، سرچ کن اپل، اینو میبینی کیو پارامتره. یا از گوگل استفاده میکنه تو که عددی نیست، تو هم باید استفاده کنی درسته. ببین اپل اینجا دوباره یه دونه چی گذاشته، امپرساین خودش حالا میدونی اینه چیه، عوارض که دارید میبینید، امپرساین آی ای، امپرساین سورس آی دی، اینا مواردی هستش که اومده چند تا مقدار مفل در واقع مختلف رو که من به نام اپل زدم اومده اینجا توی تمام موارد اومده قرار داده. پارامتر هم پارامتر رو میگیره میره سرچ میکنه، نیست غیر ممکن. سوال در مورد دالر آندرلا گت تو دیتابیس، مثلا دادم آی دی 100 میرم توی دیتابیس رکورد 100 رو میکشم بیرون، میام دیتاهاشو اینجا نمایش میدم. یه کاری آره فقط می‌خواستم بگم چرا خدای کاربرد چرا مثلا 10 تا پروداکت دارم رو صفحه، همشون دکمه‌های ریدمور داره، رو ریدمورش که میزنم بعد ببینم چه کدوم آی دیه که برم تو رکورد تو دیتابیس بکشمش بیارمش بیرون. نمیدونم خیلی پرکاربرده. سوال در موردشون هستم باشید.